یکی از مهمترین صفاتی که برای خالص‌سازی و اصلاح نژاد میتونیم روش کار کنیم بحث مقاومت طیور هست. سلام، امروز میخوام در رابطه با خصوصیات نژادی مرغ‌های بومی ایران نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همونطور که میدونید توده‌های مختلف مرغ بومی تخم‌گذار در کشورمون از سالیان قبل وجود داشته و الان هم وجود داره، منتها از نظر علمی اونطور که به نظر میرسه اینها به عنوان یک نژاد مورد بررسی قرار نگرفتن. شاید به لحاظ ریخت شناسی، شاید به لحاظ قیافه، شاید به لحاظ منطقه اینها مورد بررسی قرار گرفته باشند، مقالاتی در این زمینه وجود داشته باشه، ولی به صورت علمی، به صورت در واقع اصلاح نژادی و به صورت ژنتیکی ممکنه که این خصوصیات مورد بررسی بیشتر قرار نگرفته. ما نژادهای مختلفی داریم، چند تاشو من میشمارم: نژاد مرندی، نژاد گلپایگانی و انواع اقسام نژادهای لاری، نژادهای زینتی، ممکنه اینها وجود داشته باشن. اما بر اساس اینکه آیا اسم نژاد رو میتوان بر روی اینها گذاشت یا نه، اینها رو مورد بررسی قرار میدیم. دوستان ببینید، ما اگر نژاد خالص و خلوص با درجه بالاتر رو بخوایم داشته باشیم، نیاز داریم که در واقع پیور لاینی رو داشته باشیم، یعنی یک نژاد خالص و لاینی رو در کشور خودمون داشته باشیم و این هم وابسته است به این که، یعنی بستگی داره به این که ما در واقع نژاد خودمون رو بهگزینی کنیم، روی این نژاد کار کنیم، سلکشن انجام بدیم، بعد تست دی ان ای روی این نژاد انجام بدیم تا بتونیم در واقع یک پیور لاین خالص رو در کشور خودمون داشته باشیم. صرف این که به لحاظ این که یک نام یا منطقه‌ای رو روی این نژادها داشته باشیم، اینها رو نمیتوان به عنوان یک مرجع و منبع نژادی مورد استفاده قرار گرفت. اگر ما نژاد رو، اگر از نظر تعریفی بخوایم نژاد رو تعریف کنیم، در واقع میتوان گفت که نژاد به مجموعه یا گروهی از حیوانات گفته میشه که نتاز اونها، فرزندان اونها عین خود اینها باشن، یعنی عین اینها تولیدشون، رنگشون، بعد شیرواریشون، تخمشون، همه اینها را اگر بررسی کنیم نسبت به سایر گروه ها و نسبت به سایر حیوانات و طیور اینها متمایزتر باشن در یک صفت مختلف، در یک صفت عام و صفت خاص اینها در واقع تمایز یافته باشن. مثل اینکه میخوایم مثالی از اگر مرغ بومی منطقه خودمون بذاریم، مثلا نژاد مرندی رو خدمتتون مثال میزنم، اینکه آیا تخم مرغشون، تولیدشون بالاست، رنگشون به چه صورت هست، آیا نسبت به اجدادشون و نسبت به والدینشون اینها در واقع همون رنگ رو دارن، همون تولید رو دارن، همون خصوصیات بارز که در اجداد اینها هست در والدین اینها هست، آیا نسل F1، F2، F3 و همه نسل‌ها که بعد از این میاد آیا باز هم همون شرایط رو دارن، میتونن نقش خودشون رو به عنوان یک نژاد ایفا کنن یا نه. البته بررسی‌های بیشتری در این زمینه صورت گرفته، کارهای زیادی هم در رابطه با اصلاح نژاد و نژادسازی در کشورمون انجام گرفته، ولی به نظر میرسه که اینها در واقع هنوز کم، پژوهش‌های کمتری صورت گرفته. به هر حال ما باید برای کشور خودمون با این ظرفیت و با این در واقع استخر ژنی که ما در رابطه با گروه‌های دامی و گروه‌های طیور داریم، ما میتونیم در واقع نژاد بهتری رو به دنیای علم و به دنیا و به جامعه اینها رو ما معرفی کنیم که بتونیم در واقع یک لاین و یک پیور لاینی رو برای جهان به عنوان این که از کشور ما اینها دارن، این ذخیره ژنتیکی مال کشور خودمون هست، اینها رو به جامعه جهانی و جامعه علمی و جامعه اقتصادی و طیور اینها رو بتونیم معرفی کنیم. پس گفتیم که نژاد همون خصوصیاتی رو که اجداد دارن، خود والدین و خود فرزندان هم اینها رو باید داشته باشن، که چنین نتیجه میگیریم که نژاد رو در کشور خودمون به عنوان نژادهای بومی مرغ تخم‌گذار ما داریم. اما در رابطه با این که به دنبال کدوم صفات بریم که ما بتونیم نژاد خودمون رو اصلاح کنیم، یعنی اصلاح نژاد داشته باشیم یا بهگزینی داشته باشیم یا از طریق سلکشن، از طریق تست‌های مختلفی که برای
خالص‌سازی و لاین‌سازی ما در کشور خودمون باید ایجاد کنیم، کدوم صفات اقتصادی رو ما میتونیم دستمون رو روش بذاریم و روی اون کار کنیم. یکی از مهمترین صفاتی که برای خالص‌سازی و اصلاح نژاد میتونیم روش کار کنیم بحث مقاومت طیور هست. دوستان ببینید، هر چقدر ما بتونیم، یعنی از نظر نژادی گفتیم که طیوری که حداقل بتونه یک صفت مناسب رو با خودش حمل کنه و در فرزندان خودش اینها رو بروز بده و رفته رفته این صفت بهتر بشه، ما اینها رو میتونیم به عنوان یک بستر نژادی برای خودمون داشته باشیم. بحث اول در رابطه با بحث مقاومت به بیماری ها و ویروس و باکتری و اینها هست. مرغای بومی ما مقاومت بیشتری دارن. اگر ما بتونیم به لحاظ اقتصادی، بتونیم به لحاظ ژنتیکی، بتونیم به لحاظ خالص سازی و لاین سازی اینها رو مورد در واقع بررسی قرار بدیم، میتونیم نژاد بهتری رو داشته باشیم. مورد دوم بحث استفاده از در واقع تخم اینهاست، در واقع نژادهای تخم گذاری که تخم بیشتری رو در واقع بذارن. هر کدوم از مرغهایی که ما روش کار کنیم که تخمهای بیشتری رو بذارن، در واقع از نظر صفت اقتصادی برای ما اهمیت دارن. ما میتونیم روی این صفت ها کار کنیم. اگر تونستیم یکی از این صفات رو فیکس کنیم و ثابت کنیم، میتونیم بگیم که ما در واقع مرغ بومی تخم گذاری داریم که در سال 250 تا 280 تا تخم میذارن. مثل صفات مرغهایی که در خارج کشور هستن، من اسمم نمیبرم کدوم مرغها باشن. مورد بعدی بحث مقاومت پوسته تخم مرغ است. ما میتونیم مرغهایی رو داشته باشیم که پوسته تخم مرغ اینها قوی تر باشن. به عنوان مثال اگر بخوایم بعد موردی رو به عنوان مورد اصلح و مورد درست نام ببریم که بتونیم روی اصلاح نژادش کار کنیم، بحث رنگ هست. دوستان ببینید، شما وقتی وارد یک مرغداری گوشتی یا تخم گذار در واقع لحمن یا در واقع کاپ یا راس اینها میشید، میبینید همه مرغها و همه در واقع جوجه ها به یک رنگ هستند. یعنی اینها در واقع اصلاح نژاد شدن، اینها از نظر ژنتیکی روی اینها کار شده، ممکنه دستکاری ژنتیکی هم در اینها صورت گرفته باشه، ولی به عنوان یک سویه و نژاد اینها رو در واقع در کل دنیا دارن اینها رو میشناسن. ما اگر بخواهیم نژادهایی رو به جامعه خودمون معرفی کنیم، همه این فرزندان باید شبیه والدین خودشون باشن. یعنی اگر ما نژاد خودمون نژاد سیاهی داریم، مرغ‌های سیاهی داریم، می‌خوام اینها رو اصلاح نژاد کنیم و بهگزینی کنیم، باید فرزندان اینها هم به همون رنگ باشن. پس این اصلاح نژاد برامون اهمیت خیلی زیادی داره. خلوص و درجه خلوص و بالا بودن خلوص ژنتیکی به همین خاطر است که ما نمیتونیم جوجه‌هایی داشته باشیم که یکیش زرد باشه، یکیش قرمز باشه، یکی سفید باشه، یکی به رنگ ابلق باشه. در این صورت ما اصلاح نژادی رو انجام ندادیم. در واقع از مرغ‌های بومی خودمون داریم تکثیر انجام میدیم و به مشتریان خودمون ارسال میکنیم. مورد بعدی در رابطه با صفات خوب، بحث تهاجمی بودن در واقع مرغ هاست. مرغ هایی رو باید به جامعه خودمون معرفی کنیم و اصلاح نژاد داشته باشیم یا حالت تهاجمی نداشته باشن. مرغ های آرام باشن، مرغ هایی که بتونن کارگران باشون کار کنن، در سیستم اصلاح نژاد بشه باشون کار کرد. اینها رو میشه در ردیف مرغ هایی قرار داد، مرغ های آرامی قرار داد که بتونیم به لحاظ ژنتیکی روش کار کنیم و به عنوان یک نژاد اینها رو مورد بررسی قرار بدیم. مورد بعدی بحث کیفیت پوست و کیفیت زرده تخم مرغ است. اگر اینها را مورد بررسی قرار بدیم، روی این هم میشه از لحاظ ژنتیکی و اصلاح نژادی کار کرد و بشه گفت که مثلا این مرغ رو ما به عنوان شاخص، به عنوان شاخصی اصلاح نژادی، ما این مرغ رو به جامعه در واقع طیور و جامعه علمی خودمون ارائه کردیم. اگر تمامی این خصوصیات رو یا مثلا مرغ تخم‌گذاری رو به جامعه علمی خودمون یا به جامعه ژنتیکی خودمون معرفی کنیم که در واقع خوراک کمتری بخوره، ضریب تبدیل پایین‌تری هم داشته باشه، خب این خودش از نظر ژنتیکی و از نظر اصلاح نژادی برای ما اهمیت خیلی بیشتری داره. روی این هم باید کار کنیم. یا مرغی رو
در واقع روش کار کنیم به لحاظ اصلاح نژادی که مقاوم سرما و گرما باشه. اینها خصوصیاتی است مطلوب و بازارپسند و اصلاح پذیر. ما میتونیم به لحاظ ژنتیکی روی اینها کار کنیم. اگر ما تونستیم در واقع به لحاظ ژنتیکی روی این حیوانات کار کنیم، روی این پرنده ها کار کنیم، بتونیم در واقع فرزندان خودشون رو مثل اجدادشون، مثل والدین خودشون در بیاریم و این خصوصیات را با خودشون حمل کنن و این خصوصیات رو به فرزندان خودشون منتقل کنن، ما میتونیم بگیم که در کشور خودمون چنین نژادهایی داریم با این خصوصیاتی که خدمتتون عرض کردم. پس میشه کار کرد، زمینه کار برای در واقع اصلاح نژاد طیور بسیار زیاد هست، چون طیور فاصله در واقع تولید مثلی کمتری دارن. در 21 روز اینها در واقع میشه روی اینها کار بیشتری رو انجام داد، مثل گاو و گوسفند و اینا نیستن که ماها باید شما منتظر باشید فرزندان اینها به دنیا بیان که بتونید کار اصلاح نژادی روی اینها انجام بدید. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر نظر و پیشنهادی داشتید حتما برامون کامنت کنید تا در اسرع وقت بتونیم به سوالات شما عزیزان پاسخ بدیم. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون.